به خدا. جلسه اول بحث آنالیز حقیقی رو در خدمت رو خواهیم بود. آنالیز حقیقی در اصل مقدمه بر نظری اندازه است و یکی از پرکاربردترین و شگفت‌انگیزترین نظریه های موجود در ریاضیات هم بحث نظری اندازه است که تعمیم ایجاد میکنه برای نظری انتگرال ریمان. در واقع نظری اندازه با تعمیم مساحت مستطیل ها که در واقع اساس کار تعریف انتگرال ریمان هست، در واقع به یه تئوری از نظری مجموعه ها میرسه که اگر روی عدد حقیقی این تئوری سوار کنیم میشه فاصله طول بازه ها، اگر تو فضای آردو بهش نگاه کنیم میشه مساحت ناحیه یا مفهوم مساحت، و اگر تو فضای آرسه روش بحث کنیم میشه در واقع حجم. این در واقع نظری. و تو فضای اقلیدوسی آر این هم بازم حجم اجسام انبودی میشه در واقع. بنابراین یک تئوری کلی و بسیار کامل در خصوص نظری مجموعه هاست. خب اساساً با تعمیم انتگرال کاربرد و در واقع فلکسیبیلیتی انتگرال رو بسیار بسیار بالا میبره که در بحث نظری کاربرد بسیار پر اهمیته. خب قبل از که بخوام به نظری اندازه فکر کنم، من بعد این مقدار راجع به فضاهای توپولوژیک که بسیار شبیه نظری اندازش در واقع و بعد توابع وسطی مقدمه کوتاهی بزنم که با هم دیگه کم همکلام بشیم در این خصوص، بعد یواش یواش وارد نظری اندازه بشم. خب بحث توپولوژی اگه یادتون باشه که مباحثی که ما در حساب دیفرانسیال انتگرال اشاره کردیم، در کلکولس که در واقع تاریخ ریاضیات به قبل کلکولس و بعد کلکولس تبدیل میشه، در واقع مفاهیم اساسی مشتق و انتگرال به کمک حد تعریف میشه و تعمیم حد رو نظری مجموعه ها همون در واقع تئوری توپولوژی هستش. اولا توپولوژی یکی از اهدافش در واقع تعمیم مفهوم حد هستش بر مجموعه های در واقع انتزاعی و خام. در تعریف توپولوژی ما گفته اگه ایکس یک مجموعه دلخواه باشه، ایکس در واقع مجموعه دلخواه باشد، برای در واقع تعریف توپولوژی روی پاور ست ایکس یعنی پی ایکس که بعض موقع با دو به توان ایکس هم نشون میدن، مجموعه همه زیر مجموعه ایکس یه خانواده در میزنگیری زیر مجموعه از پی ایکس اختیار میکنیم مثل تاو. تاو پس شامل یه سیر زیر مجموعه های ایکس که سه شرط داره: یک، توهی و ایکس متعلقن به تاو. دو، اگر او آلفا ها مود خانواده از زیر مجموعه های در واقع تاو باشن، آنگاه اجتماع او آلفا ها متعلق به تاو باشه، یعنی نسبت به اجتماع دلخواه بسته باشه این جمله. و سوم، نسبت به اشتراک متناهی هم بسته باشه، یعنی اگر او یک تا و ام متعلق به تاو باشن، آنگاه اشتراک او آی ها آی از یک تا ام متعلق به تاو باشن. اگر یک مجموعه ایکس یه چنین در واقع زیر مجموعه از پی ایکس داشته باشد با این سه شرط، به این تاو میگن توپولوژی. تاو میشه توپولوژی و ایکس تاو بهش میگن توپولوژیکال اسپیس. زوج ایکس تاو بهش میگن توپولوژیکال اسپیس. ها اینجا فعلا باید با مجموعه ها کار کردیم. حالا این تاو چه کمکی میکنه، چه فرایندی رو ایجاد میکنه و چه قابلیت هایی رو ایکس سوار میکنه، یواش یواش مشخص میکنه. عناصر تاو رو بهش اصطلاحا میگن اوپن ست، یعنی خود متعلق به تاو بهش گفته میشه اوپن ست. همه عناصر تاو رو بهش میگن باز، و به همین جهت متمم بازها رو میگن بسته. سی زیر مجموعه ایکس رو بهش میگن کلوز، وقتی متمم سی متعلق به تاو باشه یا اصطلاحا اوپن باشه. پس خود عناصر تاو رو بهش میگن باز، یه عنصر زیر مجموعه رو میگن بسته اگر متممش باز باشه، اینو در بحث توپولوژی خواهیم داشت.
و به طور کامل میتونیم به این اشاره کنیم که با این اسم گذاری این خاصیت میگه که تویی و ایکس بازن، اجتماع هر تعداد درخواست مجموعه های باز بازه و اشتراک تعداد متونه مجموعه بسته بسته است. اگه بخواییم مثال بزنیم تو فضاهای مثلا RN در واقع توپولوژی که بخواییم به کار ببریم میشه در واقع یه همسایگی که ما تعریف میکنیم در فضاهای RN، اونم این هستش، همسایگی به مرکز X. و شما در شوهای R در واقع همه ایگلیکتی های متعلق به RN به طوری که فاصله x از r از t کوچیکتر از چی باشه؟ r باشه. فاصله چی تعریف میکردیم؟ x منهای t مساوی بود با رادیکال سیگمای x i منهای t i به توان دو i از یک تا n ریشه دو بودش، همون فاصله اوبلیگاسی. این رو بهش میگفتیم مجموعه های در واقع همسایگی های یا همسایگی های باز، همسایگی باز میگفتیم تو فضای RN. اگه بخوام توپولوژی تو فضای RN مثال بزنم، در واقع اینجا میبینیم مجموعه باز تعریف میکردیم یه اوپن ست، یه اوپن در واقع ست چی تعریف میشد؟ تعریف میشد مجموعه او دیگه مجموعه RN در واقع باز گفته میشد، میشه هرگاه به ازای هر ایکس متعلق به او وجود داشته باشه آر مثبت که همسایگی مرکز ایکس و شعار آر کاملا چی باشه؟ تو او باشه. زیر مجموعه از آر رو میگفتیم باز، هرگاه چی باشه در واقع هر نقطه یه همسایگی داشته باشه که کاملا داخل چی باشه؟ او باشه. اینجا اگه من تو رو تعریف کنم مجموعه همیگه در واقع اوهای زیر مجموعه ایکس به طوری که او is open as above definition، اگه نسبت با تعریف بالا باز رو در نظر تو تعریف کنم این به وضوح میشه ثابت کرد یک تویی و ایکس متعلق است به تا، یعنی هر دو مرتبه تو ایکس بازه نسبت به مرتبه رابطه بالا، دو اجتماع او آلفا ها متعلق به تو اگر او آلفا ها متعلق به تو باشه، سه اشتراک او آی ها آی از یک تا این متعلق به تو هر دو او آی ها متعلق به تو باشه. ببینیم که این بازی که تعریف کردیم به اون باز منطبق میشه در واقع تو مجموع او های زیر ایکس هست که بازه. عملا این تو تشکیل توپولوژی میده، یعنی چی؟ تاو is توپولوژی، یعنی همون توپولوژی معمولیه که روی آر سوار میشه و آر این فضای توپولوژی رو فضای توپولوژی میکنه. پس آر این و تو یه توپولوژیکال سپیسه، فضای اوپنوسی همشون فضای توپولوژیک میشن، اصالت کارشون به کمک همسایگی تعریف شد. در فضای توپولوژیک هم همسایگی وجود داره، ولی همسایگی به کمک فاصله تعریف نمیشه چون امکان داره فضای توپولوژیک فاصله نداشته باشه. پس یه همسایگی یه نیبرهود یا همسایگی در فضای توپولوژیک چی هستش؟ در واقع اگر x متعلق به x باشه، x رو توی فضای توپولوژیکه topological space که اکثرا این فرمی هم نشونش میدن top space، اگر x متعلق به x باشه u زیر مجموع x is called NBD neighborhood of x یا open، یه همسایگی باز از x. اگر whenever u متعلق به تو باشه و x هم متعلق به، یعنی هر مجموعه بازی که شامل x باشد یه همسایگی از چی؟ از x منظور میشه. بنابراین اونجا هم همسایگی ها در فضای توپولوژیک وجود دارن، خیلی هم در واقع مهمه.
ما اول قسمت دیدیم که فضاهای RN ملموس‌ترین فضاهایی که ما در ریاضیات مورد مطالعه قرار میدیم جزی فضاهای توپولوژیک محسوب میشه، اما به طور در واقع مصنوعی هم فضاهای توپولوژی تعریف میشن. نشون میده که توپولوژی رو تونستیم تو فضاهای مجموعه های خام هم گسترش بدیم. چطور؟ شما اگر یک مجموعه ناتوهی باشه، کلن یه مجموعه ناتوهی باشه، من میام x رو در نظر میگیرم با px، یعنی تاو رو گرفتم مجموعه کله، تاو قبلا دیر مجموعه x بود. اگه کل px اختیار کنم، پس x و px یه توپولوژیکال اسپیس میشه، یه توپولوژیکال اسپیس میشه. بدیهی هم هست. چرا؟ چون هر همه شرطی که ما داشتیم px کل زیر مجموعه xه، پس اون سه شرط توپولوژی هم برای px برقراره. این توپولوژی رو میشنن که توپولوژی گسسته، توپولوژی گسسته بشه یا دیسکریت توپولوژی میگن، دیسکریت توپولوژی بشه اشاره میکنن، یا توپولوژی گسسته. در توپولوژی گسسته که دقت کنیم هر مجموعه بازه، در توپولوژی گسسته هر زیر مجموعه x باز است. خب نتیجه میشه هر زیر مجموعه نیز بسته است. چرا؟ ما متعلق بازا رو میگفتیم چی؟ بسته دیگه، درسته؟ اگه او رو متعلق به زیر مجموعه x بگیریم، آنگاه او متعلق است به پی x، آنگاه او میشه اوپن. بچه به این مثال عرض میکنم، برای این مثال دارم عرض میکنم، لطفا کلی نمیگم. وقتی تا اون پی ایکس باشه، او دیده ایکس باشن، اون تعداد با پی ایکس، پی ایکس با چی برابر بوده؟ با تا برابر بوده. پس او میشه اوپن، او میشه اوپن، او کامپلیمنت میشه چی؟ میشه کلوز، درسته؟ او کام کلوز. حالا نتیجه بگیم چی؟ میشه بگیم اگر اف زیر مجموعه ایکس باشه، خب ما چی نتیجه بگیم؟ اف کامپلیمنت متعلق است به پی ایکس دیگه، همه زیر مجموعه ایکس داخل پی ایکس هست. اف تو ایکس باشه، اف کامپلیمنت تو پی ایکس هست. نتیجه میگیریم اف کامپلیمنت متعلق است به تام، نتیجه میگیریم اف کامپلیمنت اوپنه، نتیجه میگیریم چی؟ اف کلوزه. پس هر زیر مجموعه بازه، هر زیر مجموعه هم بسته است که بهش توپولوژی گسسته میگن. خیلی توپولوژی خوبی هم نیست در اون بحثایی که انجام میدیم. یا x رو بگیریم با مجموعه توهی و x، این مجموعه شامل دو تا زیر مجموعه توهی و x، این توپولوژی بهش توپولوژی فیلد توپولوژی هم میگن، توپولوژی بیمایه هم بهش میگن. این هم باز توپولوژی هستش، یه فضای توپولوژی که رو هر مجموعه. پس یک نکته‌ای که میتونیم بگیریم از این دو چیزی که اشاره کردیم، هر زیر مجموعه میتواند یک فضای توپولوژیک باشد. این نشون میده که صرف به این که توپولوژی روی مجموعه بذاریم مهم نیست، چه توپولوژی مهمه. هر مجموعه میتونه فضای توپولوژیک باشه با این توپولوژی px و توپولوژی بیمایه در واقع توهی و x در واقع. بنابراین اهمیت نوع توپولوژی در مطالعات توپولوژیک بسیار مهم است. الان شما توی آر میگه توپولوژی معمولی بذارید، توپولوژی گسسته بذارید. این نکته خیلی مهمه توی بحثایی که انجام میدید. یه نقطه رو میگه نقطه توپ در توپولوژی، در واقع میتونه نقاط رو با مجموعه رابطه برقرار کنه. اگه شما یه فضای توپولوژیک داشته باشی، یه توپولوژیکال سپیس داشته باشی، در واقع آن زیر مجموعه x باشه، x رو متعلق به آ در نظر بگی، به این میگن اینتگرال پوینت. تعریف دارم میکنم، تعریف نقطه درونی، درسته؟ اینتگرال پوینت، x متعلق به آ is called اینتگرال پوینت، نقطه درونی گفته میشه. هرگاه وجود داشته باشه یه یو متعلق به تاو، به طوری که
x متعلق به یه زیر مجموعه آ باشه. یعنی علاوه بر اینکه x متعلق به آست، یه مجموعه بازی هست که x شامل تو آست، همون همسایگی که در واقع میشه راجبش تعریف میکردیم. و آ در اون تعریف میکنیم مجموع همه x های متعلق به آ، به طوری که x interior point، interior point of آ در واقع نقطه درونی آ هستش. خب خود interior point ها میشه ثابت کرد باز هستن. یک a او is open، شاید خود آ باز نباشه ولی آ درون همواره بازه، یا آدرون تو فضای توپولوژیکه، آدرون متعلق است به تاب. اینو حتما توجه کنید، خیلی هم ساده است به خاطری که شما هر ایکسی رو که متعلق به آدرون در نظر بگیری میخوای ثابت کنید که آدرون متعلق است به چی؟ به فضای توپولوژیک، همسایگیار اجتماع بگیرید، چون توپولوژی نسبت به اجتماع دلخواه بسته بود میشه ثابت کنید آدرون چیه؟ باز هستش. و اولا میشه اینجوری ثابت کرد، حکم دوم، آ متعلق است یا او متعلق است به تاو اگر و تنها اگر او درون با او برابر باشه، یا عملا اصلا او درون این کامپلیمنت نیست، او درون در کاش با یو بنویسمش که با گیج کننده نباشه. عملا میشه ثابت کرد که در واقع درون یک مجموعه بزرگترین زیر مجموعه بازه در اون مجموعه است در واقع. پس برای این نکته مهمه. بعد نقطه حدی تعریف میشه، accumulation point میگن، limit point میگن. limit point اشاره میکنن نقطه حدی در بعضی از در واقع نوشته جان هست. accumulation point یا نقطه انباشتگی. حالا اگر آن زیر مجموع x باشه، x تاو هم توپولوژیکال اسپیس باشن، میبینید فقط با توپولوژیکی تعریف میشه، با هیچ قاعده دیگه ای در واقع حتما باید زیر مجموع توپولوژیکش باشه تا بتونیم تعریف کنیم. آن زیر x باشه میگن فضای توپولوژیکال، x تاو توپولوژیکال اسپیس باشه، آن زیر x در نظر بگیرید، x رو متعلق به x اختیار کنید، x در واقع limit point، limit point آه هنگاه هر همسایگی every neighborhood NBD of x، هر همسایگی از x آره در نقطه بجز x قطع کنه، every NBD of x such as مثل U intersect A at different point X. یعنی در واقع بیش از بگیم هر همسایگی در واقع X آرا در نقطه بجز x قطع کنند، هر همسایگی به ازای هر u متعلق به تاو که x متعلق به u هم هست، آنگاه u اشتراکش با i منهای x مخالف توی باشه، به عنوان نقطه حدی در نظر میگیریم. و نقطه حدی ها خیلی مهمه، در واقع نقاط بسیار بسیار چسبیده به مجموعه است. یه تفاوت اصلی بین نقطه درونی interior point وجود داره و limit point ها در واقع که آپری رو تعریف میکنی مجموعه هم x های متعلق به x میتونه که x is limit point of a in x در واقع. همه این نقطه حدی های آ در ایکس رو با آپریل نشون میدن. یکی از تفاوت اصلی آپریل و آ درون ایناست، یک آ درون همیشه داخل آه، اما آپریل میتونه رابطه ای با آ نداشته باشه، آ
توی می توانند هیچ رابطه ای با آ نداشته باشند. در حالت کلی رابطه خاصی با هم ندارن. سه، آ درون، نقاط درونی همیشه نقاطی از آ، اما نقاط حتی میتونن نقاط خارج از آ باشن. این هم نقطه مهمی که میخواستم اشاره کنم در آفرین. و در حالت کلی بستار مجموعه تعریف میشه، بستار مجموعه تعریف میشه، میشه آبست مساوی آجتماعش با چی؟ آفرین. بستار برابر است با خود مجموعه، اجتماعش با نقاط حدی مجموعه که خیلی در واقع میاد روی آ سوار میشه. آ آ آ نقاط در واقع حدی رو اضافه میکنه و مجموعه رو بسته میکنه. لطفا توجه کنید، آبست ایز کلوژر آف ای، بستار مجموعه آ گفته میشه و میشه ثابت که آبست ایز کلوزد سابست آف ایکس. همیشه آبست مجموعه بسته است و نکته اینکه آن داخل آبسته. پس بنابراین آبست رو میگن کوچکترین زیر مجموعه بسته شامل آ، آدم رو میگن بزرگترین زیر مجموعه باز درون آ. این دوتا مبحث رو همیشه باید تو ذهنمون داشته باشیم که به چه صورته. یک، آ درون بزرگترین زیر مجموعه باز داخل آ است. دو، آبست کوچکترین زیر مجموعه بسته شامل آ است. این دو تا مجموعه خیلی مهمه تو مطالعاتی که ما انجام میدیم و بررسی هایی که انجام میدیم. خب بعد از معرفی همسایگی ها، فضاهای توپولوژی یک اصولی داره به نام اصول جداسازی. اصول جداسازی یا separation axiom. این اصول جداسازی در خصوص جدا کردن نقطه از نقطه، نقطه از مجموعه است که در واقع چهار نوع اصول جداسازی داریم. اگه ما به حالت فقط هاستورفش من میخوام اشاره کنم، اصول جداسازی که مهمترینش هاستورف هستش که در واقع اینجا تعریف میشه. فضای توپولوژیک ایکس و تاو را هاستورف بویند یا هاستورف گویند هرگاه هر دو نقطه متمایز x و y متعلق به x که x مخالف با y، همسایگی های u متعلق از x و v از y چنان موجود باشند، همسایگی های بازه U و V از X و Y چرا موجود باشن که U اشتراکش با V بشه چی؟ توی بشه. دو تا نقطه که در فضای توپولوژی شما اختیار میکنید، دو تا نقطه که در نظر میگید X و Y، یه همسایگی حول این، یه همسایگی حول این باشن که مثلا این V باشه، اینم U باشه، که U اشتراکش با V میشه چی؟ میشه توی. U اشتراکش با V بشه توی. این دو نقطه جدا از همدیگه، دو نقطه متمایز با همسایگیشون از همدیگه جدا کردیم. من فضا رو میگم فضای هاستورف. بسیار در واقع مفهوم مهمیه در فضای توپولوژی که حالا من تو بخش حالت خاص فضای توپولوژی که فضای متریک هست اشاره دقیق‌تری به این مسئله میکنم. یکی از خاصیت‌های در واقع در فضاهای هاستورف این هستش که میگه اشاره کنیم حد در فضاهای توپولوژیک هاستورف به شرط وجود منحصر به فرد است. این خیلی مهمه که حد یا وجود نداره یا در فضاهای توپولوژیک اگر وجود داشت منحصر به فرد میشه، که این کار رو بسیار ارزشمند میکنه و یک از فضاهای توپولوژیک هاستورف میشه. توپولوژی گسسته است، توپولوژی فضاهای اوردوسی، توپولوژی معمولی
ولی توپولوژی فعل توپولوژی، توپولوژی هاست چیزی نیست، توپولوژی در واقع شما بگید هاستورف نیست، توپولوژی ایکس و تاو این توپولوژی، توپولوژی هاستورف نیستش به شما در نظر بگید، چون ما دو تا همسایگی فقط داریم، توی ایکسه، اگر ایکس مخالف وای باشه فقط یه همسایگی از ایکس هست، من بنام ایکس اینم اشتراک داره با هم دیگه، پس برای توپولوژی هاستورف نخواهد. بذار یه مثال دیگه از فضای توپولوژی بزنیم، فرض کنیم مثال x و x مجموعه ناتوهی باشه، زیر مجموعه یا زیر مجموعه تاو از px را چنین اختیار می کنیم، چطور؟ تاو مساوی مجموعه همه اوهای زیر x به طوری که او کامپلیمنت متناهی فاینایت باشه، اجتماعش با توهی تا رو میگیم همه اوهای زیر ایکس که او کامپلیمنت فاینایت متناهی اجتماعش با توهی ایکس گرفتیم و مجموعی در واقع ناتوهی هم بگیریمش بهتره، و اگر متناهی بگیریم تو چی میشه؟ اگر متناهی بگیریم خب متمم خب میشه پی ایکس دیگه، اشکال نداره مثلا مهم رو پیم. خب بچه ها بیان بیه یک بخواهیم ثابت این آنگاه تا یک توپولوژی هست. خب یک اگر تویی که متعلق به تا هست این بدیهیه، ایکس متعلقش میشه تویی، تویی متناهیه چون تعدادش صفر هست، پس ایکس هم متعلق است به تا. دو اگر خانواده او آلفا ها زیر مجموعه تاو باشن، خب اجتماع او آلفا ها کامپلیمنت رو حساب کنید، آلفا متعلق با یه خانواده دلخواه از زیر مجموعه ایکس تاو رو از عناصر تاو رو اختیار کردن، خب اینم اجتماعش متعلق به تاو میشنم، برای که ثابت کنم اجتماعش متعلق به تاو کامپلیمنت اجتماع رو حساب میکنم، این طبق قضیه دمورگان چه اشتراک او آلفا کامپلیمنت آلفا متعلق به آی، او آلفا ها متناهی هست، اشتراک هر تعداد مجموع متناهی میشه متناهی، پس این میشه فاینایت. خب متناهی که شد آنگاه متناهی که شد نتیجه میده که اجتماع او آلفا ها متعلق به تاو هست، پس توهی و ایکس داخلش اجتماع بسته، اشتراک چی؟ سه اگه او یک او دو تا او این متعلق به تاو باشن، بخواهم بگم اشتراک او آی ها آی از یک تا این متعلق به تاو هست یا خیر. ببینید یارو این علامت سوال بذاریم روش. خب برای این مسئله من باید ثابت کنم اجتماع او آی اشتراک او آی ها آی از یک تا این متممش متناهیه، متمم که متناهی شد خود به خود اون اشتراک متعلق میشه به در واقع تا و تا میشه توپولوژی. خب اگه متمم من اشتراک او آی ها آی از یک تا این رو متمم بگیرم ازش میشه اجتماع او آی کامپلیمنت آی از یک تا این، او آی ها تک تک او آی کامپلیمنت is open بخشید is finite. خب بنابراین اجتماع متناهی مجموع متناهی میشه چی؟ میشه فاینایت. پس میشه چی؟ میشه فاینایت. وقتی فاینایت شد نتیجه میگیریم اشتراک او آی ها آی از یک تا متعلق است به تاو. این یه نکته خیلی جالبی وجود داره، یه پوینت اینجا وجود داره، نکتهش اینه که اگر ایکس نامتناهی باشه مثل مثلا آر مثل آر ام هرچی، اگر x نامتناهی باشه این فاینایت باشه، خب اونگاه توپولوژی تاو نسبت به اشتراک دلخواه بسته نیست، تاو is not closed respect to intersection
A arbitrary number of its element. ببینید من تو توپولوژی سه شرط داشت: اجتماع دلخواه بسته باشه، یعنی نسبت به اجتماع دلخواه بسته باشه، اجتماع دلخواه توش بیفته، اشتراک متناهی هم توش بیاره. سوالی که آیا نسبت به اشتراک دلخواه هم توش میشه افتاد؟ میگم اگر x نیا متناهی باشن اتفاق نمیفته. چرا؟ شما اگر اینو در نظر بگیرید، ببینید من x رو میگیرم مثلا اینجوری x نامتناهی دیگه، پس یه مجموعه شمارا توی x در نظر بگیرید، x1 x2 تا xn تا الاخر توی x وجود داره، درسته؟ اگه x نامتناهی باشه یه مجموعه شمارش پذیر دو به دو متمایز توش وجود داره که xi مخالف xj هستش دیگه. گفتیم که اگر وقتی مجموعه نامتناهی باشد یه کپی از عدد طبیعی توش قرار بگیره دیگه، همون xi هاست که در نظر بگیریم، چون اولین کاردینال مجموعه نامتناهی الف نات دیگه که این کاردینال عدد طبیعی هستش، درسته؟ پس یه کپی از n داخل x وجود داره، اسمش x1 x2 xn تا الاخر که موارد ریاضی هم داشتیم. حالا من او1 رو تعریف میکنم x منهای x1، او2 رو تعریف میکنم x منهای x2، درسته؟ حالا او3 رو تعریف میکنیم x منهای x3، خود تک تک آیه هایی که حرکت کنید به جلو آیه ها رو هم تعریف کنید x منهای xn، تک تک آیه ها کجاست؟ توی در واقع او آی متعلق است به چی؟ متعلق است به تا. حالا اشتراک او آی ها، آی از یک تا این، اشتراک او آی ها آی از یک تا این، آیا متعلق به تا میشه؟ خب ببینید تا بلاش بین آیه. خب زمانی اتفاق میفته که کامپلیمنت این چی باشه؟ فاینایت بشه. اشتراک او آی ها آی از یک تا این مساوی است با اشتراک ایکس من های ایکس آی ها آی از یک تا این، این مساوی میشه با در واقع ایکس من های اجتماع ایکس آی ها آی از یک تا بی نهایت، درسته؟ میشه اینه. اگر x یک مجموعه ناشمارا کاش میگرفتیمش، بله x بگیریم مثلا، حالا اشکال داره نامتناهی جوری باشه که فقط این کپی رو فقط نگه، بخوام بیشتر از این داشته باشه. حالا بگیریم x رو، مثلا x رو بگیریم چی؟ عدد صحیح. اگر x رو میگرفتیم عدد صحیح، بعد او یک رو تعریف میکردیم x منهای یا این z، z منهای یک، او دو تعریف میکردیم زد منهای دو، و او این رو تعریف میکردیم زد منهای ایکس یعنی این. اون موقع اجتماع اشتراک او آی ها آی از یک تا این میشد زد منهای عدد طبیعی که میشد عدد منفی دیگه، میشد زد منفی. این فاینایت نیست، متناهی نیست، نتیجه میگیریم اشتراک او آی ها بی نهایت. او آی ها آی از یک تا بی نهایت متعلق به تاوست. یعنی توپولوژی لزوماً نسبت به اشتراک دلخواه بسته نیست. یکم مثالای خیلی خوبش این حالا من رو چون نامتناهی گرفتم این شد این، ولی اینکه چرا این نامتناهیه، این تو یه حالت در حال کلی متناهی نیست، بستگی به ایکس داره که چقدر نامتناهی بودنش در واقع بیش از این هاست. الان ایکس دیگه طبیعی میشد متناهی، اما البته من چجور نمیشتم اشتراک او این ها این از یک تا بی نهایت میشه این تا بی نهایت ایکس من های اشتراک از یک تا بی ایکس های ها. خب حالا اگر از این متمم بگیریم، ادامه ندم، ادامه صفتم یه سانش ندم، اگر رو اتمتمم بگیریم اشتراک
او آی ها آی از یک کابی نهایت کامپلیمنت مساوی میشه چی؟ در واقع ایکس منهای مجموعه ایکس آی ها آی متعلق و طبیعی کامپلیمنت این مست... نه درست شد پس هم اونجا هم درست این هم مساوی میشه مجموعه ایکس آی ها آی متعلق و اعداد طبیعی متعلقش میشه این دیگه. خب این چی بود؟ پس این نامتناهیست این فاینایته فاینایته نامتناهیست پس اشتراک او آی ها آی از یک تابی نهایت متعلق به تابی اصلا نیازی به مثال هم نداشت که مخواهیم دوی حرف بزنیم رسیدیم به اشتراک او آی ها خبید آیا اشتراک ها تو هست اشتراک تشکیل میشون این از این متمم بگیریم میشه این اینه ما چه انتخاب کرده بودیم؟ نامتناهی کپیت عداد طبیعی چون این نامتناهی پس اشتراک متعلق به تمام نیست پس همواره در توپولوژی ها اون سه شرط شرط اصلی هم توهی و ایکس توش باشه اجتماع دلخواه اشتراک متناهی مثال دیگه هم ایکس و بگیریم زد تو همین مثال اولیه کنیم طرف به بوده و طرف به اونها این تعریف کنیم اشتراک و آیه ها میشه این زده منهای این کامپلیمنت خواهی زده منهای این میشه چی؟ میشه عداد طبیعی دیگه اگر محاسبه کنیم اشتراک آیه های تا بی نهایت کامپلیمنتش میشه چی؟ میشه عداد طبیعی عداد طبیعی هم چی؟ عداد طبیعی گفتن اینجا نبست این کار انجام بدیم من مجدد بنویسم تو این مثالی که الان گفتیم حالت خاص اون گلیزی که من زدم اینه منظورم ایکس رو بگیریم ز بعد ایکس رو تعریف کنیم ز منهای یک حالا او یک گذاشتیم اونجا او دو رو تعریف کنیم ز منهای دو او سه رو تعریف او ام رو تعریف کنیم ز منهای ام اونجا من یه اشتباهی کردم رفتم رو تفاوت متمم این باید متناهی باشد که اونجا انجام دادیم تا الاخر حالا اشتراک او آی ها آی از یک تا بی نهایت می شود ز من های اعداد طبیعی خب تموم میشه چی؟ میشه زد های منفی اجتماعش با صفر این میشه دیگه اعداد منفی اجتماعش با صفر و سعی کامپلیمنت که میگیم او آی کامپلیمنت آی از یک تا بی نهایت این میشه چی؟ متمم اعداد طبیعی میشه دیگه قرار بود متناهی باشد چون متناهی نیست متناهی نیست پس اشتراک اوهای ها متعلق به تاو نیست آیا از دکتا پس برای این توپولوژی لزومن نسبت به اشتراک دلخوا بسته نخواهد شد این نقطه کشد اما یک نقطه جالبی توی زیر مجموعه های توپولوژی فضای توپولوژی وجود داره به نام مجموعه جی دلتا ها و اف سیگما ها این خیلی مهمه که بعدا هم توی در واقع ساختارهای نظری اندازه خیلی مورد استفاده قرار میگیره. ببین تعریف جی دلتا ها و اف سیگما ها اف سیگما باشه نکنید زیر مجموعه اف از x را یک f سیگما گویند هرگاه f باشد اشتراک ci ها آی از یک تا بی نهایت که ci بسته است اشتراک شمارا از مجموعه های بسته اشتراک شمارای مجموعه بسته رو میگن اف سیگما ست مجموعه اف سیگما و جی دلتا ست دیگه باید مشخص باشه واسهتون اجتماع مجموعه های چی؟ اون بلک شد کنم میشه جی او یا جی مساوی با اشتراک او آی ها آی از یک تا بی نهایت این میشه اجتماع سی آی ها آی از یک پس اجتماع شمارش پذیر مجموعه بسته رو بهش میگن اف سیگما و اشتراک شمارا از مجموعه های باز یاد این هست که مجموعه های بسته
هر اشتراکش مجموعه بسته بسته هست و هر اشتراکی مجموعه باز بازه. اما اشتراک مجموعه های باز لزوما باز نبود. مثالی که الان زدیم توی فضای توپولوژی یه مجموعه اشتراک شماره از مجموعه های باز لزوما باز نبود. بنابراین به همین صورت اجتماع شمارش پذیر از مجموعه بسته هم بسته نیست. اما اجتماع مجموعه های بسته رو اگه مجموعه شد اجتماع شمارش پذیر از مجموعه بسته بهش میگن اف سیگما، و اشتراک شماره از مجموعه باز رو بهش میگن چی؟ میگن جی دلتا، که خیلی مهمه. یه رابطه دوگانی بین اون وجود داره که هر اف سیگمای دوگانش میشه جی دلتا، هر جی دلتای دوگانش میشه چی؟ اف سیگما. پس اف سیگما ها دوگانه یا متمم جی دلتا ها هستن و بالعکس. یعنی چی؟ یعنی اگر اف یک اف سیگما مجموعه باشد، آنگاه اف کامپلیمنت یک جی دلتا مجموعه است. بالعکس اگر او یک مثلا یا آ یک جی دلتا مجموعه باشه، آ کامپلیمنت چی چی؟ اف سیگما. و بالعکس بالعکس. اینی که خیلی هم رابطه های مهم دید. بیدیم مثلا مثال بزنیم از این رو باز توی آ. بیدیم من تو فضای میتی که اقل رفتم من راجبش مثال واضح بردارم. پس ما اومدیم فضای توپولوژی رو گفتیم، مجموعه های باز، مجموعه های بسته، نقطه درونی، درون مجموعه، متمم، نقطه حدی، مجموعه نقاط حدی، بستار یک مجموعه، چند تا مثال از فضای توپولوژی زدیم، توپولوژی هاستورف رو گفتیم و در نهایت مثالی زدیم از فضای توپولوژی که نسبت به اشتراک دلخواه در واقع بسته نبود، مجموعه باز، اشتراک دلخواه بازها باز نیست. و بعد از این اومدیم گفتیم تو حالت شمارش پذیر اجتماع شمارش پذیر بازها رو بگیم اف سیگما، اشتراک شمارش پذیر جی دلتا، چه بازها رو بگیم چی؟ جی دلتا، که خیلی مبحث مهمی است توی بحث‌های مشخص. اما یه مثال در واقع واضح از فضاهای توپولوژی میشه در واقع نظریه فضاهای متریک. در نظریه فضاهای متریک که خود به خود دید تعمیر مستقلی از اعداد حقیقی هست، ولی در نهایت ختم میشه به فضاهای توپولوژیک، یعنی حالت خاص فضای توپولوژیک میشه. اما این نظریه چیه؟ شما اعداد حقیقی رو به یک در واقع تابعی متصل میکنید که فاصله است، در واقع تابع قدر مدت. پس یک تابعی قدر مدت وجود داره که این تابع میتونه در واقع از آر ضرب در آر در واقع به توی صفر و بی‌نهایت بره. چیکار کنه؟ این تابع میتونه در واقع اسمش هم واسه میتونیم دی، این دی میتونه هر دو نقطه رو ایکس و ایگرگ ببره به قدر مدت ایکس نهایی بره. بیم میگیم تابع فاصله، تابع فاصله. خب فاصله رو خب ما در حالت فیزیکی با متر اندازه گیری میکنیم، درسته؟ به این دیامتر هم میگن در واقع. حالا اگر یه مجموعه دلخواه ناتویی داشته باشه، ایکس ناتویی باشه، مجموعه ناتویی باشه، تابع دی از ایکس ضرب در ایکس به توی صفر و بی‌نهایت را یک تابع فاصله روی ایکس گویند. لطفاً توجه کنید یه مجموعه دلخواه و ناتویی در نظر گرفتم. اگر یه تابع داشته باشم دی از ایکس ضرب در ایکس توی صفر و بی‌نهایت که خواص متر قدر مدت رو داشته باشه، یک خاصیت بازتابی انعکاسی، یعنی چی؟ یعنی هر نقطه فاصلهش از خودش صفر و فقط همون نقطه است که فاصلهش از خودش صفر. یعنی اگه دو نقطه با هم مساوی بودن فاصلهشون صفره، اگه فاصله دو نقطه با هم صفر شد دو نقطه یکیه و هم منطبقن، اصل انطباقن. دو انطباق بذاریم، دو خاصیت سینتی. اگه فاصله ایکس از این رو حساب کردی و فاصله ایگرگ هم از ایکس محاسبه کردی با هم باید برابر باشن. در بحث فاصله ما حق نداریم در واقع از
طرفین فاصله گرفتیم دو تا مقدار مختلف به دست اومد، چه x نسبت به چی دیگه نسبت به x. و سومین بس نامساوی مثلث دی x و y کوچکتر مساوی دی x و a به اضافه دی a و y. این سینگولار اینکوالیتی که در واقع یکی از اساسی ترین قضایا در مثلث بوده که جمع دو ضلع یک مثلث از طول اضلاعش از طول ضلع سوم بزرگتره، این در واقع تئوری داره. اگر تابع دی سه شرط یک دو سه رو داشته باشد، آنگاه دی را یک متر یا تابع فاصله روی ایکس گویند و زوج ایکس و دی رو بهش میگن فضای متریک. پس یه میتر داریم، متر، یکم متریک اسپیس، متریک اسپیس یا فضای متریک. خب حالا شما فرض به ایکس و دی فضای متریک شده، مثال آر و خود قدر مطلق، آر و تا فاصله دی که چیه؟ اینجور تعریف میشه، دی از آر ضرب در آر به توی صفر و بی نهایت با ضابطی دی ایکس و ایگره مساوی قدر ایکس منهای آر. در کجو آر این ها، آر این ها متر اقلیدوسی بهش میگن، متر اقلیدوسی، اقلید یه اکلید یعنی در واقع میتر، در واقع دی ایکس و ایگره چون تعریف میشه؟ رادیکال x1 من های y1 به توان دو تا xn من های yn به توان دو، که اگر یک دونه بود میشه x من های y به توان دو ریشش که میشه قدر مطلق. این تعمیه اینه، درسته؟ پس فضاهای اقلیدوسی فضاهای متریک هست، اوکلیدیان سپیس ها آر متریک سپیس. فضاهای اقلیدوسی چی هستن؟ فضای متریک هستن، با همت اوتسی که معرفی کردیم تو فضای آرن. هم شما اگه بهش نگاه کنی در واقع فاصله هر دو نقطه رو بخواید حساب کنی، مثلا x و y با همون در واقع فاصله که گفتیم معرفی میکرد. اما چی کمکی میکنه تابع فاصله؟ وقتی من تابع فاصله رو داشته باشم، اولین چیزی که با تابع فاصله ایجاد میکنم همسایگیه. همسایگی که چی؟ که همسایگی به مرکز x و شعاع r. اگر x و d متریک اسپیس باشه، فضای متریک باشه، همسایگی مرکز شعاع r رو تعریف میکنم. همسایگی مرکز a و شعاع r، اگر a متعلق به x باشه میشه مجموع همه x های متعلق به x، به طوری که فاصله x و a کوچکتر از چیه؟ r هستش. همسایگی به مرکز، همسایگی به مرکز x و شعاع r. این در واقع کلمه مرکز و شعاع از کجا میاد؟ تو اگه x رو بگیرم فضای r دو متر اقلیدوسی x و y هم تعریف کنم، رادیکال x یه که منهای y یک به توان دو، بعد x2 من های y2 به توان 2، چیزی که به دست میارم از این رابطه اینه که این مجموعه درون دایره ای به شعاع r و مرکز a هستش. به خاطر این هستش که همسایگی ها رو همیشه مرکز و شعاع میگیرن، چون تو فضای r2 n اگه x رو بگیریم r2 با متر اقلیدوسی، درسته؟ گویه به مرکز مثلا x و y تو فضای آردون و شعاع آر برابر است با داخل دایره ای به مرکز، حالا این کاش میگفتن x0 و y0، x0 و y0 و شعاع آر چی بود؟ این بود مجموع همه x و y هایی تو آردون که چی؟ فاصله دیه x0 و y0 از x و y کوچکتر از r میشه. این اگه باز کنیم میشه رادیکال x من x0 به توان 2 y من های y0 به توان 2 کوچکتر از r. این اگه باز در واقع رسمش کنیم میشه مکان هندسی همه نقاطی، چون در واقع x و y که وقتی وصلشون میکنیم
شما کوشتر از چند آر هستش؟ درسته؟ کوشتر از آر، اینم آره، اینم ایکس و ایگره، درسته؟ پس میشه داخل یک دایره فاصلش از آر کوشتر باشه. شما مساوی با آر رو اگر رسم کنید دایره‌ای بشه مرکز ایکس و ایگره و شوهای آر رو من دقیق تر رسمش کنم، به شوهای آر بزنید، هم داخل اینه، با روش هم اصلا کار نداریم، با پوسته روش اینم مورد نیاز ما نیست. برابری کلمه شوهای اونجا به وجود میاد. این در واقع دیسک یا در واقع گرده ها یا قرص، اینا هم شکل همسایگی های ما هستن. در جلسه بعد همون فضای متریک رو ادامه میدیم و ویژگی های فضای متریک و چرا مهمه، چرا فضای متریک به عنوان حالت خاص فضای توپولوژی در نظر گرفته میشه. موفق باشید.